این سیاه این بخش، اما یه بخش کوچیکش اینجا سفیده. این نشون میدهد که مطلق وجود نداره و در هر چیز بدی ممکن است شما یک چیز نیکویی پیدا کنید و در هر چیز نیکویی ممکن است چیز بدی پیدا کنید، چون این چیز مطلق نیست. مثلا عرض میکنم آمدن مغول ها به ایران بدترین واقعه تاریخی بود است که مدنیت این کشور رو به سراشیب انحطاط انداخت، اما یک فایده داشت و آن این که دستگاه خلافت بغداد رو در هم پیچید و ما رو آزاد کرد، در واقع آزاد شد، توانستیم دوباره ایران زمین رو بسازیم. اما تا زیر سیطره نظامی و معنوی خلافت بغداد بودیم همونطور میماندیم، کما این که قریب 1000 سال هیچ کار ندارستیم بکنیم. تلاش میکردیم، پیروز نمیشدیم. مغول ها اما این چیزها رو نمیفهمیدن که دست من بالا نمیره که خلیفه اسلام رو سر ببرم، کاری که سپاهیان یعقوب کردن، آن خیانت بزرگ. مغول ها آمدن زدن رفتن. پس در هر هیچ پدیده مطلق نیست، ما مردم مطلق انگاری اگر به کسی ارادتی داریم میخواهیم 100% پاک و مقدس باشد. آقا چنین چیزی مؤثر نیست. این تو کله ما کردن معصومیت امام. آقا امام باید معصوم باشد. معصوم چه معصومی؟ معصوم یعنی چه؟ مگه آدمیزاد میشه معصوم باشه؟ کلیسای بدون عظمت روم معدودی رو معصوم سنت شناخته. میشه شما چند نفر؟ بنابراین هیچ چیزی مطلق نیست دوستان، که ما بخواهیم صفتی رو به کسی بدهیم علال اطلاق او رو بدون نام بنامیم. هر صورت که بله خدمت شما عرض می کنم که در این دوره مشروطه پیدا شدن چند تن از ملایان که در کنار مردم ایستادن و ما بایستی قدردانی بکنیم و آنها رو بزرگ بداریم. یکی از آنها مرحوم طباطبایی است و دیگری بهبهانی. طباطبایی به لحاظ اخلاق هم کم نظیر بوده، حقیقتا مرد بزرگی بوده آقای طباطبایی. و در موضوع عرض میکنم که به توپ بستن مجلس، ملک المتکلمین نیز از آزادی خواهان بود که ایشون رو شکم پاره کردن در باغشا محمد علی میرزا به همراه میرزا جهانگیر خان. میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل، سور اسرافیل نام روزنامهش بود. میرزا جهانگیر خان شیرازی مشهور است، ایشون رو هم شکم کشتن. یه پسر برادری هم داشت، پسر خواهری که همراه او جنگ میکرد در پشت بام مجلس ملی کشته شد، ایشون هم شکم پاره کرد. و سید جمال واعظ اصفهانی بسیار مرد بزرگ آزادی خواه قانون گرایی بود، پدر آقای جمالزاده نویسنده معروف. ایشون وقتی که داستان توپ بستن مجلس شد فرار کردن، در بین راه به گیر جلادان افتادن و دو نفر از این عمال زور و کشتار و فساد که امروز تعدادشون بسیار بیشتر شده است، طناب به گردن این مرد بزرگ انداختن و از دو سوی کشیدن و او رو خفه کردن. و
و لازم است نام ببرم از صيغت الاسلام در تبریز. صيغت الاسلام، این مرد از آزادی خواهان بود. وقتی که روس ها آمدن و تبریز رو گرفتن، یکی آمد گفت آقا شما براتون فراهم کرده ایم که از تبریز بیرون بروید. گفت یه ملایی به نام آسید فتاح، اگر اشتباه نکنم، حالا سال هاست من این رو نخوند، رفت پیشواز لشکر روس. وقتی که روس ها آمدن در تبریز، این آقا رفت اونجا و این خیانت اون آخوند ننگی به همه آخوندهای عالم زده و من از تبریز بیرون نخواهم رفت، نه همینجا خواهم ماند. و روس آمدن صیغت الاسلام رو دستگیر کردن، دستگیر که حالا به احترام سوار کالسکه کردن و بردن و ایشون رو به دار کشیدن و ضمن محاکمه گفتن تو نترسیدی از حشمت لشکر روس؟ یک جمله تاریخی دارد این مرد بزرگوار، میگوید راستی هم برای خود لشکری دارد. این ینگینگی که نشون دارم خدمتتون. خب حالا ممکن است بعضی از شما سوال کنید خب این فایده این رژیم آخوندی چی بوده؟ بسیار فایده داشته، نشان داده است که فاشیسم دینی بدترین نوع حکومتی است که ممکن است به وجود بیاید. یه بار عرض کردم اگر 40 شیطان رجیم بنشینن بخواهن طرح حکومتی بریزن که ضد بشرترین و رذلترین و فاشیستی ترین حکومت ها باشد، حتما حکومت دینی تحریزی میکنه. یکی چماق به دستش بیاد بگوید که بله من نماینده اونم که از طرف خدا آمده بود، هر که جز این بگوید ما اون رو میکشیم. این وضعیتی که در ایران برجاست، در واقع زشت‌ترین نوع حکومتی است که ما ایرانیان داشتیم در طول تاریخ. تا شر بیت رهبری، سپاه پاسداران، چاوکشان بسیج محترم و تا شر این نهادهای غیر دموکراتیک، نمیدونم مجلس اونچنانی و غیره بر چیده نشود، این ملت روی سعادت نخواهد دید. و مردم ما بسیار هوشیارن، بسیار هوشیارن. این تجلیلی که از حبیب کردن، خب حبیب بیچاره خواننده ای نبود، صدای خوبی داشت، صدای دلنشین داشت، اما خب خواننده تراز اول که نبود. اینها عکس العملی است در مقابل این رژیم. یکم که از این رژیمی ها فوت می شود هیچ خبری نیست. بله تا روزگاری که این فاشیسم اسلامی بر سر کار هست، کار ما زار است. این فایدهش بود. اینا یک عمر کوس مظلومیت حسین کوفته، خودشان را هم در اعداد مظلومین حساب کردن، اما دیدیم که چه خونخوارانی بودن و هستن. این فایدهش بوده. فایدهش این هست که دیگر ملت ایران به آخوند باج نخواهد داد. خب هر شبت که روز جمعه بنده در صدای آمریکا برنامه صفحه آخر خواهیم بود در برنامه دوست گرامی آقای مهدی فلاحتی و مهمان دیگر
آقای مهدی خزعلی هستم. در باب موضوع امامت و خلاصه صحبت دینی است. اینها آرزومند آخوند دولتی هستن. خدایا یک آخوند دولتی برسان ما باش مناظره کنیم، یا آخوند غیر دولتی که همون اسلام آخوند دولتی رو نمایندگی میکنن. یکی دوتاشون هستن، یکیشون اهل افغانستانه و میگوید من جامع جمیع علوم منقول و معقول هستم. هیچ کس جواب من رو نمیتواند بدهد. بعد اگر کسی در مناظره با این شخص سخنی بگوید که موافق با عقیده این آقا نباشد، سر فحش میکشه و اینجا اونجا هم سر و صدا میکند که این مشیری با ما مناظره نمی کند. چه مناظری آقا؟ شما اول ادبتون رو درست کنید، رفتار رو بیاموزید. آقا رفتار مناظره این نیست که باری. آقای خزعلی مرد مبارزی است، مرد محترمی است، مورد احترام آزادی خواهان هست و ای کاش به جای ایشان یک آخوند کلاسیک یا آخوند دولتی بود. اینا هیچ در دستشون نیست، هیچی در دست آخوند شیعه برای دفاع از مبانی این آیین نیست، چیزی ندارن و دروغ، از ابتدا دروغ تا انتها دروغ. حالا باز اینجا خواهیم گفت که این پس فایدهش چه بوده؟ این فایدهش این بوده است که ایران، خواهم گفت این رو در صدای آمریکا هم خواهم گفت، حتما پیش خواهد آمد که ایران از تنه اصلی اسلام جدا کرده خودشو، یک بهانه درست کرد، خدا رو الله بیرون کرده. شما چند بار به عمرت گفتی یا الله؟ نمیگی که، یا علی. حالا علی کیه؟ ما دو تا علی داریم، علی ایرانی همینی که میشناسیمش، علی عرب. علی عرب فضیلت ها داشت اما نه چنان که ما فکر میکنیم. آدم خشنی بود، مرد قاتلی بود، روزگارش روزگار خونریزی بود، برادر کشی بود و ایشون هیچ عبایی نداشت از آدم کشی. این علی عرب است. اما علی عجم که ما ساختیم، اون چه اندیشه نیک بود بدون نسبت دادیم، اون چه فتوت به رستم رو نسبت داده بودیم در روزگار قدیم به اون نسبت دادیم. علی رو نشوندیم جای خدا، یا علی. محمد هم بیرون کردیم آقا با این شیعه‌گری. محمد چه اهمیتی داره؟ میگوید معمار علی بود، خدا بنا بود در ساختن گیتی. چرا زد به محمد؟ حدیث هست، حدیث هست که آقا جبرئیل اشتباه آمد وقتی خواست اولین آیه قرآن نازل بشود، اقرأ بسم ربک الذی خلق. این قرار بود بره پیش علی، اشتباه رفت پیش محمد. حدیث چی هست؟ کار ایرانیا بوده برای بیرون کردن اسلام به این وجه. این فایدهش بود. اسلام ایران هیچ قوم خیشی با اسلام عربستان نداره، یا اسلام پاکستان، یا هر جای دیگه. تمام سننش هم که نگه داشته ایران، تمامش که نه، ولی تا میشده شیوه زندگی، شیوه تفکرش، همیشه شرابش بغل دستش بوده و هست امروز.
جا افتاده به دست این آقایان. بله، پس روز جمعه در وایس آف امریکا در برنامه صفحه آخر آقای مهدی صلاحتی دوست گرامی یک بار این صحبت و این بحث در برنامه دوست بسیار عزیزم آقای سیامک دهقانپور که متاسفانه سه بار عرض میکنم متاسفانه از برنامه افق بیرون گذاشته شدن و سعی هموطنان برای بازگردن این وجود نازنین حرفه‌ای بزرگوار به جایی نرسید این بحث مطرح شد و از همین بحث امامت سه نفر بودیم در اون بحث و آره موارد حتما باید تکرار بشه چون در قضیه امامت چیزی در قضیه شیعه نیست جز حدیث قدیر خم و یکی جز حدیث دیگر حدیث منزلت باری اینجا دوست عزیز من فرهاد یک نوشته ای از آقای سروش که در قدیم به مناسبت سال روز 25 خرداد 88 مروری بر نامه تاریخی عبدالکریم سروش فلان. خب سروش اینجا برداشته مقام نویسی کرده مثل مقامات حمیدی و گلستان سعدی بعضی جاها به سعدی گراییده ما آزادی را ارج می خواهیم نهاد خواهیم دانست درستید ما آزادی را ارج خواهیم نهاد و قدر خواهیم دانست این رو از اونجا گرفته است که میگن فلان کس ارج دید و بر قدر نشست و صدر نشست خب همان آزادی که شما به اون ظلم کردید و قدرش تا ندانستید و اکنون مظلمه اش را میبرید فاشید مشربان به شما فروختند که آزادی یعنی بلحوثی و اباهیگری و لاعبالی روشی و ندانستید که شفای امراض مهلک نظام شما در این خودست آزادی است بی جهت به دنبال مفسدان اقتصادی میگردید پرانتز که در آن هم عزمی و جدیتی نیست اگر مطبوعات را آزاد میگذاشتید فسادها را رو میکردن این دیگهش خیلی قشنگه البته این داستان در قرن 200 سال بیشتر از 200 ساله که مطرحه یک لیبرالیست به وجود آمد یکی از مشهورترین مقالات مقاله مشهور استوارت میده در باب آزاد گذاشتن مطبوعات چگونه مطبوعات فساد را مانع می شود چگونه مطبوعات آزادی رو سیانت می کند بله باری می گوید که بله اگر مطبوعات را آزاد می گذاشتید فسادها را رو می کردن و مفسدان جرأت فساد نمی کردن می گذاشتید نقد شما را بگویند تا شما هم به ورطه استبداد رأی و نخبت شبکت و فساد و قدرت در نمی افتادید می گذاشتید سخن راستین مردم را با شما در میان بگذارند تا مستی بیخبری از سرتان بپرد اونها مدارس میهنند نه پایگاه دشمن نیدیگه از خوب حضرت عباسی خوب اما خدمت شما میگم که بعد میگوید که ما دیانت را هم ارج خواهیم نهاد همون که شما اون را بازیچه مسائل قدرت خواستید و به نام اون درس غلامی و غمناکی به مردم دادید و ندانستید که شادی و آزادی با ایمان راستین هم پیمان خب حالا ایناشو گفته به اینجا که میرسیم کبر و نخوت خود سروش رو میبینیم که گویی
پیغمبری است جدا از جامعه و رفته در کوه حرا و اونجا یا مسیح وار از یک جایی صدای خود رو داره بگوشه آقا جان یه خورده خاضر باشید پیاده بشید با هم را برید. خودش با خدا سخن در آمد. کبر آخوندی بسیار بسیار کبر بدی است. بار خدایا تو گواه باش من که عمری درد دین داشتم و درس دین دادم. پدر اگه میگفتی درس دین خواندم بسیار دلنشینتر و بسیار درستتر بود. تو کجا درس دین دادی؟ تو مدرسه علوی؟ اگه حالا 30 سال استاد دینشناسی هاروارد بودید ما میگفتیم آقا درس دین دادی. من که عمری درد دین داشتم و درس دین دادم از بیداد این نظام استبدادا این براءت می جویم. آقا شما با ملت صحبت کنید. آقای سروش شما بگید این مردم شریف و بزرگوار ایران، این مردم اصیل ایران که من جزئی از دستگاه بودم، من از شما معذرت میخواهم و از اینها براءت میجویم. چسبیدی به خدای موهوم، هم حرفت بزنی هم از کسی معذرت نخواهی، این مغالطه است. شما مرد دانایی هستی. رفتر خدا معذرت میخواد. دانشگاه ها رو پاکسازی کردن، من براشون احترام دارم برای آقای سروش، اما آقا دکشید اندازیم کنار لفاظی رو. شما در تصفیه استادا دست داشتید، یکی از اون 10 نفر بودید. یه دوگه مردم، من عبدالکریم سروش از شما عذر میخوام و از این آخونده و رفیق از خدا، از خدا میگویی که برایت میخوای از اینها. خدا چه کاره بود در این وسط؟ بار خدایا گواه باش که عمری درد دین داشتم و درس دین دادم از بیداد این نظام استبداد آهین براءت می جویم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آموزش می طلبم. ظلم به مردم شده. اول افتر خدا معذرت، خدا معذرت می خواهد. به کرمان گناه کرد آهنگری بریدن در قم سر مسگری. آقا ظلم در حق مردم کردید شما، معذرت چه خدا میخواید؟ به جایی که بگوید بار خدایا من که یک عمری درد دین داشتم و درس دین دادم، بایستی بگوید ای مردم شریف، ای مردم مظلوم، من که جز این رژیم بودم و در ستمگری های این رژیم زمانی شریف بودم از شما پوزش می طلبم و از اینها براءت می جویم. مردم میگن زنده باد. این هم یکی از ماست. شما یکی از پیغمبران شدید اینجا در این نوشته. موسا کلیم الله اون تنها آدمه که مدعی هستن که این آقا با خدا حرف میزده، به همین دلیل کلیم الله است. این هم البته یک گروه بزرگه. خدا با کسی حرف نزده. کلیم الله یعنی چه؟ ولی ایشان متاسفم، من واقعا این آقای سروش ظرفیت های نیرومندی داره برای اینکه کسانی که گرایش های دینی دارن دین باوران رو آگاه کنه به حقایق امور، حداقل حقایق امور مربوط به سیاست و حکومت و آزادی پیروان داره.
اما اینجوری مغالطه میکنه. خب اگر بنده مغالطه کردم اینجا نشستم، شما بفرمایید آقا مغالطه نکن. میگه چرا مغالطه میکنی؟ در باب حرفای سروش میگم. خب ای خدا، ببخشید، ای خدای خرد و فضیلت، به صدق سینه مردان راستگوی و به آب دیده پیران پارسا. این از سعدی گرفت در اون قصیده معروف، یا رب به صدق سینه پیران راستگوی، یا رب به آب دیده مردان آشنا. آشنا دلهای خسته را ز کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت سر گنجینه وفا. و سعدی گرفت. خب میگوید ای خدای خرد و فضیلت، به صدق سینه مردان راستگو و به آب دیده پیران پارسا، دعای ما را هم با دعای سحرخیزان و روزداران و عابدان و صالحان همراه کن و شکوه دردمندانه ما را بشنو. بجوی کی صحبت میکنی؟ خودت و خدا با هم دو نفر بیشتر نیستی. خدا مال جناب عالیه. ما را بشنو. کی بود آقا با شما؟ منبری بودید؟ نیچیایی؟ یکی 30,000 نفر پای منبر بودن با همراه شما دعا میکردن. شاید فکر کردن یه خدای دیگری ایشون، نمیدونم. خب میگوید که بله، و شکوه دردمندانه ما را بشنو و بر سینه های بریان و چشم های گریان ستم دیدگان رحمت آور، و بیش از این خلقی را پریشان و خروشان مپسند، دوستان خود را به دست دشمنان مسپار، و خرد و فضیلت را از اسارت این نامردمان به در آر. و باد را بگو تا خیمه استبداد را برکند، و آتش را بگو تا ریشه بیداد را بسوزاند. آدم خوب حالش خوب باشه، سر حال باشه، سر کیف، چیزای خوب اینجوری بگه، عشقی بکنه. مارکس گفته آرزوی من اینه که انقدر حالم خوش باشه، جیبم انقدر پر پول باشه، و مردم انقدر همه خوش باشن که من برم داخل قایق بشینم جمهوریت افلاطون بخونم کیف کنم. کیف داره این حرفا رو زدن، خودش کیف داره. هنرمندی کردن با قلم، این حاکی از درد نیست آقا. این داستان باد را بگو تا خیمه استبداد را برکند، داره به خود دستور میده، یادتون باشه. اینجا یابوی قلم عبدالکریم سروش رو از جا برداشته، اونجا باز داشت به عنوان پیغمبر با خود سرده، اینجا داره فرمان میده به خدا. کیف قلمه از کیف بافور بیشتره حتما. و اون بقیه چیزها، بار خدا بارا بگو تا خیمه استبداد را برکند، و آتش را بگو تا ریشه بیداد را بسوزاند، آب را بگو تا فرعون ها را غرق کند، و خاک را بگو تا قارون ها را در خود کشد، ابرها و باران ها را بگو تا رحمت و عدالت و شادی و شفقت بر این قوم مظلوم و محروم ببارند، و خار آره لا اله الا الله بله، و خارزار رذیلت ظالمان را به گلزار فضیلت عادلان بدل کند، رمضان مبارک 1430 قمری، شهریور 1388 شمسی. عبدالکریم سروش.
حرف زدن چیزی نیست آقا، سرج نوشتن هم هنری نیست، راست گفتن مهمه، خاضع بودن است که مهم است، و کاری کردن. شما در کتاباتون هست چه عشقی به امام، یعنی عشق شما به امام خمینی در آثار قلمیتون هست. شما باید یک روز تشریف بیارید روی برای تیوی به مردم بگید مردم آقا ما این کار رو کردیم، اشتباه بود عشق ما به اون امام، خطا بود این کارها که ما کردیم و ستمها که ما کردیم. ما کردیم نه، من عبدالکریم سروش اون ستمها که من کردم و شریک جرم بودم، شریک ظلم بودم. این درسته. من از فرهاد سپاسگزارم این خطر رو فرستاد که ما یادآوری کنیم. بعض مطالب و بعض مسائل رو صدای آمرانه امیر هم از اتاق فرمان آمد که آقا یک دقیقه بیشتر نیست، از اون یک دقیقه قریب 40 ثانیه اشرف و ما باید از خود ما خداحافظی کنیم. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، هر کجا که هستید، از تاجیکستان، افغانستان گرفته تا کردستان و هر جا ایرانیان هستن و فارسی زبانان هستن، درود بر شما باد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. زنده باد آزادی، جاوید فرستاد.